تولد شگوفه های باز را، تولد غنچه های باز را باید جشن گرفت. تولد لاله های خابیده و نرگس های بیدار را که با وسعت چشم ها مرا صدا می کند. تولد گل های بید، مشک و سنبل های رنگی، تولد شکوفه های سیب و گل های رها شده از هر چی دلتنگی. تولد بهار را باید جشن گرفت، بهاری که هنوز در زیر برف ها نیمه خواب و نیمه بیدار با نگاه های مرطوبش ما را بدرقه می کند و با سکوت پر از شرم لباس کهنه را در تابوت سال پیش پنهان کرده و با افتخار می گوید منم این بهاری که در انتظارش بودید. پیوست با این سروده زیبا از شاعر عزیز بانو هما ترزی، شما عزیزان را سلامهای بزیبایی نسیم بهار و محبت به پاکی عشق می فرستیم و موسم شکوفه و تراوت و سبزی را به فال نیک گرفته و لبان قشنگ شما را همیشه چون غنچه های باز متبسم و شکل زیبایتان را شاداب می خواهیم. دوستان ارجمند، نخست از همه بایست اظهار سپاس فراوان نمایم از دوست عزیز برنامه ساز موفق تلویزیون پیام افغان آقای وحید غوثی که در پروگرام زیبای خود سال نو را برای ما تبریک گفتن. شخصا ما هم بالمقابل سال پر از سعادت و نیکبختی و موفقیت ها برای آقای غوثی و خانم غوثی می فرستم. طوری که خدمت شما عرض کرده بودم، ما مهمان عزیزه که شاید چند قبل به خاطر داشته باشین که یک ساعت روزانه را به ایشان تخصیص داده بودیم و بانوی عزیز هما ترزی را با معرفی گرفته بودیم، اشعارشان، مجموعهشان، کارکردهایشان را که خدمت شما بیان کردیم و شما هم بسیار پسندیده بودید، که از شما یک جهان تشکر میکنم. بایست گفت که از شما دوستان عزیز، از شما لیلا جان، از شما پروین جان، از شما مهربانانی که واقعا چقدر پیام های زیبا و مناسبت تبریکی سال نو گذاشته بودید، جهان جهان سبد سبد گل خدمتتان میفرستم و برایتان خوشبختی و موفقیت تمنا دارم. هاکذا از فضیله جان که میوند کباب را دارن، رستوران میوند کباب که واقعا غذاهای بسیار لذیذ و بسیار خوشمزه تهیه می کنن و اگر شما خواسته باشین و منازلتان نیز انتقال می دهن با چی خوش طعمی، با رنگ زیبا، با سلیقه خاص که واقعا برای شما لذت بخش خواهد بود. و من شخصا از محبت های فضیله جان عزیز بی نهایت اظهار سپاس می کنم که رستورانشان در همی بی ایریا است و به خصوص کسانی که در بی ایریا تشریف دارند، واقعا اگر می خواهند که مهمانیشان یا امو محفلی که دارند بسیار با شکوه سپری شوه و تمام مهمانان عزیز از غذاهای تهیه شده توسط میوند کباب لذت ببرند،
مراجعه بکنن با فضیله جان عزیز. شما را بیش از این به انتظار نمیگذارم و ما مهمان ما را که گفتم که بانوی عزیز هما طرزی بود، ما از طریق سیم تلفن، امواج سیم با ایشان صحبت های داشتیم، ولی خوشبختانه هینک حضوراً در محضرشان قرار داریم و با ایشان صحبت هایی داریم که خالی از دلچسپی برای شما دوستان عزیز و برای شما بینندگان نهایت مهربان نخواهد بود. شما را بسیار خیر مقدم میگم، صفا آوردین، بسیار خوشوقت هستم که همین لحظه آرزو کردم اگر بیاد داشته باشین اما وقت که کاش در استیدیو می بودین و با کمال مسرت که امروز شما در کنار ما و در استیدیوی تلویزیون جهانی آریانا افغانستان تشریف دارید. این افتخار برای من زکه جان، واقعا سعادت بود که شما را از نزدیک زیارت کنم و واقعا نمیدونم با وجودی که من شما را قبلا نمیشناختم، بله، ولی رابطه‌ای که بین ما برقرار شد از این رابطه هایی کمیشگی خواهد بود. حتما و بایست. فقط یک قوس کوتاه باز میکنیم خطره که در این روابط ما و شما و شناخت ما و شما، فقط من بسیار اظهار سپاس دارم از بانوی عزیز، از شاعر معاصر، بله، و قلم به دست بسیار پرتوان ما خانم لیلا تیموری نازنین، واقعا که ایجاد این رابطه را کرد. بله. و اگر میبینن ما را سلام بسیار پر از محبت و صمیمیت برایشان میفرستیم. واقعا درود خدا میفرستیم. بله. و در ضمن از شما تشکر میکنم که برنامه را دوباره تشکیل دادیم و دلیل آمدن ما به اینجا، بله، واقعا اول دیدار شما بود به دلیل که مخصوصا بعد از بیماری که سپری کردیم که بله. باعث نگرانی ما شد مهربانه. و شکر خدا که شما را سلامت و گفتی ریانه ترگل و ورگل میبینیم، بله، دوباره، بله، شاداب و سرحال میبینیم. قربان شما. بعدنم واقعا از اون محفل باشکوهی که برای ورود مده منزلتان ترتیب داده بودین تا ابد شرمنده تان هستیم. خواهش میکنم انشاءالله که بتانیم در نیویورک در منزل حقیرانی خود جبران کنیم. شما مرا خجالت میتین با این حرفا. شما بالای ما حق دارین، بالای تمام کسانی که در کالیفرنیای شمالی زندگی میکنن. شما بسیار مهمان عزیز ما هستین و ما بسیار از تشریف آوری شما که بخصوص برای ما چقدر شما محبت داشتین، با سبد های گلی که به شفاخانه فرستادین، با سبد گلی که به خانه به منزل به مجرد که من رسیدم شما فرستادین، من از شما نهایت سپاسگزار هستم و محبت شما همیشه به قلب من است. کاش من بتانم که خدمت که شایسته شما انجام بدم. خواهش میکنم، لطف دارین. و همچنین از بینندگان تلویزیون روزنه اصحار امتنان میکنم و بهشان درود میفرستم و مطمئن هستم کسایی باشن در دوردست که من سالها ندیدیمشان از این طریق ما را ببینن و درود و سلام ما را قبول کنن. بسیار تشکر، ممنون شما. خب آل، میاییم میخواییم که سر صحبت باز کنیم با شما. شما که یک خانم شاز هستین، یک خانم هستین که هم شعر میگین، هم با زیبایی، هم با همدلی، هم با انس و عشق شما سر و کار دارین و هم برای بقای حیات با کارهایی که باز هم با زیبایی ارتباط داره، با زیبا ساختن ارتباط داره و ذوق ارتباط داره که عبارت از طراحی هست، هم دسترسی کامل دارین. ولی قبل از همه میخوایم از شما بپرسم که با کدام لسان و کدام زبان با شما صحبت بکنم؟ یکی جان، سوالی که میکنی سوالتون بسیار چند جانبه است، سیاست مدارانه است و خواهش میکنم واقعا سوال برانگیز است، بحث برانگیز است. من بالومدار به زبان فارسی شعر میگم. خب، من بسیار خوشحال هستم برای اینکه شما میفهمین که در اواخر این زبان فارسی دو قسمت شده. یکی زبان فارسی شده که را مربوط به ایران میدانند، البته در کشور ما، بله. یکی هم زبان دری شده که را مربوط به ما میدانند، بله. با کمال تاسف، ولی تا جایی که ما شما سراغ داریم الف با یکیست، صرف و نحو یکیست و زبان یکیست. دیگه بقیه را میخواییم که از شما بشنویم. ببینید، 12 سالی که من در مکتب بودم و بعد از او به فاکولته رفتیم، به اصطلاح به دانشگاه، بله. ما همیشه در دانشگاه، البته
کتاب فقط یک سال فارسی خواندیم در دانشگاه تهران که فهم میکرد، اما بله. در افغانستان هم صحبت میکرد. بله بله. همیشه قرائت فارسی روی کتاب ما نوشته. بله. یعنی ما یک عمر میدانستیم که دو تا زبان بزرگی که در افغانستان صحبت میشد در اون زمان فارسی بود و پشتو. و پشتو. بله. بله. و واقعا به انصافی نباید کرد وقتی که آدمی دوتا میگن زبانی که در ایران صحبت میشه یا در زبانی در افغانستان، من فرق نمیبینم. مثل که شما امروز بیایم یک کم جامعه تر صحبت کنیم. بله، بله. در دنیا امروز وقتی که زبان انگلیسی رو مبارسی میکنیم، بله. فارسی رو کنار میکنیم. بله. اصلا میریم. زبان انگلیسی که در کانادا صحبت میشه، در امریکا صحبت میشه، در انگلستان صحبت میشه، در افریقای جنوبی صحبت میشه و در استرالیا. بله. 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 تمامشان میگه ما زبان انگلیسی صحبت میکنیم. لهجه ها مختلف است. بله. گرامر یکیست. بله. ممکن اصطلاحات خاص داشته باشن. که این بسیار یک چیز مروج است در زبان. بله. مثلا شما ببینین حتی در افغانستان شما در کابل حتی گوشه های دورتر از کابل میرفتین لهجه فرق میکرد. بله. چون این بستگی داره به این که مردم چی لهجه را اختیار میکنن، از کدام شهر آمدن و یا این که تأثیر فرهنگای مختلفی که دور و دور ما بوده. بله. هست. مثال یک چیزی براتون میگم. ترک به انگلیسی ما میگیم. در افغانستان میگفتیم لاری. لاری. بله. و ایران میگن کامیون. آها. اوکی. بله بله. هیچ کدامش هم فارسی نیست. بله. به دلیل که ما تأثیر انگلیسی به ما بیشتر بوده، در ایران فرانسه بیشتر بوده. بله. بعد وقتی که زبان میرم، البته من خدمت تمام مردم، تمام علاقمندان، بینندگان میگم، من متخصص زبان نیست. زبان شناسا را تا اونجایی که مطالعه کردیم که مثلا شما برین آقای روان فرهادی رو بپرسید، یکی از زبان شناسای قهار و بزرگ ما هست. بله. پوهان دکتر مجاور احمد زیار که ایشان در آلمان درس خواندن، یا بریم حتی در ایران ببینیم، در ایران وقتی ببینیم دکتر احسان یا شاطره که افتخار ایران زمین است، که به اصطلاح چی رو میسازه الان ایرانی کاره، علمیال در کولومبیا و تا جلد 15 همش رو تمام کردم. وقتی که اینا رو پهلوی هم قرار میدیم، میریم استاد واصف باختری رو میبینیم که ادبیات فارسی رو تاریخش چطوره. بله. همه یک زبان میگن که یک زبان است. یک زبان است. بله. بله بله. من البته شخصا میگم مردم بزرگوار هستن، هر کی نظر داره فردا بگویم که به جای فارسی یک اسم دیگه روی گفتهای من بذاره. ولی برای من فارسی است. اون چیزی است. بله. که ما درش بزرگ شدیم و فرق نداره. بله. 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 یا شما میرین زبان عربی رو میبینین. بله. زبان عربی که در مصر صحبت میشه و زبان عربی که در فلسطین صحبت میشه یا در سودان یا در مراکش کاملا ممکن فرق کنه. الف با یکیست، گرامر یکیست و همه میگن ما زبان عربی صحبت, عربی صحبت میشه. چی سیاست در پنهان داره ای آتش جدایی رو روشن میکنه؟ نه من میدانم و نه شما. متاسفانه. بله بله. بدبینی ها، تعصبات بسیار خودخواهانه که متاسفانه ما تا به امروز تمام خوبی ها را، تمام افتخارات خود را و فرهنگ ما را، مثلا ادعا میکنیم که تهاجم فرهنگی از فلان کشور به سر ما هست و میگوییم، ادعا میکنیم که مثلا فلان کشور شخصیت های ما را مربوط به خود میدانه. بله. متوجه هستید؟ بله. ولی ما خود دودسته با احترام دست ها و سینه تقویم میکنیم زبان خود را. بله. زبان خود را روی تعصبات بسیار بیجا و بیمورد. بله. متاسفانه. و متاسفانه مثل که ما تیشه و ریشی خود ما میزنیم. به خاطر از این که ما بخواییم که یک زبان در کشور خود حقیر بسازیم، یک زبان ضعیف بسازیم یا بشماریم، او را به یعنی تعصبات و حسادت های خود میبخشیم به یک کسی دیگه و باز فریاد میکنیم که فلان کشور ما را میخواید که تحت فرهنگ خود بیاره، فرهنگ ما. بله. وقتی که ما خود ای کاره، ای ظلم را برای خود روا میکنیم، پس از بیگانه چی گل است؟ واقعا واقعا من موافق هستم و جای تاسف است، به دلیلی که زبان سرحد و مرز نداره. بله. سرحد و مرز وجود. بله. نداره. سرحدهای سیاسی و هر سیاست که ساخته میشه. بله. من سیاست مدار نیستم، زبان شناس نیستم، ولی شعور و فهم دارم که ایده تشخیص بدم و جای تاسف است که ما یک زبان به این خوبی را به بازی گرفتیم. بله. متاسفانه. بله. مثلا در ادبیات ما وقت صحبت از دری یا فارسی میشه، یک شاعر یک موقع
دریر میگه، یک موقع میگه پارسی، یک موقع میگه فارسی. در مواقع مختلف یا یک دوست بزرگوار یک بار به من تلفن زدن، یک شعر حافظ میخواندن، بعد به من گفتن که میخوام یک مثال از یک شاعر بزرگوار دری زبان بزنم. بله، اما ما یک عمر گفتن حافظ شیرازی. همین حافظ با کدام زبان شعر گفته؟ فردوسی بزرگ با کدام زبان شاهنامه را نوشته؟ درست است؟ بله. ما باید اینا را ببینیم که آیا با زبانی که ما صحبت میکنیم، زبانی که شعرای بزرگ ما شعر میسرایند، با امو زبان حضرت حافظ هم شعر گفته. وقتی ما حافظ شیراز کتابش با عنوان یک کتاب بسیار بزرگ و محترم میگذاریم به بالا، یا مثلا کتاب های ما بسیار از بینوایان ویکتور هوگو خوشم میاد. بله. که او هیچ مسلمان نیست. بله. هیچ زبان ما را نداره. ما میگذاریم در قفس های کتاب از مشیری، از نادر نادرپور، از سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، پروین اعتصامی، از شعرهای بزرگ ایران. ما بدون تعصب در قفس های کتاب خود داریم و افتخار میکنیم که ما همچون مجموعه ها و همچون کتاب ها را مطالعه کردیم. ولی باز در قسمت زبان که می آید، باز میگیم از ما زبان دریست، از اونها زبان فارسی. این تازگی ها بسیار شعله‌ور شده. بله. این موضوع و جالب بود که حتی در ذهنیت ایرانی های جوان هم ایجاد شده، چون خود ما زیاد گفتیم. من یک مصاحبه که داشتم، یکی از خانما به من گفت وقتی که شعر خواندم، گفت میخوایم آله به زبان افغانی بخوانی. من گفتم که منظورتان چیست؟ گفت مگر دری زبان ها یک جور دیگه نمیخوانن؟ گفتم خانم، چیزی که ما می نویسیم همینطور در وقتی که شعر می خوانیم عین همیست. و یک نکته را باید که همیشه در نظر بگیریم که ما او چیزی که اثری که از زبان میمونه یک سند مکتوم است، یعنی بله. نوشته شده است. بله. لهجه ها وجود نداره. بله. و اسناد مکتوم شما وقتی پهلوی هم قرار میده همه یکیست. بله. ما اتکای ما به بله. اسناد مکتوم است. بله. ولی لهجه ها، هر لهجه به زیبایی خودش، در دیار خودش، در شهر خودش. بله بله. و با زبان گویش هر کشور. شما گفتین که مثلا در خود ولایات افغانستان فرق میکنه. بله. شما ببینین از کابل که کمک طرف کودامن که پایین برین، تخم مرغ سفال میگن. بله. مثلا بادنجان رومی را پامادور میگوید. بله. میگه متوجه هستین؟ بله. فرق میکنه هر کدام این زبان گوهش مردم است. بله. ولی وقتی که نوشته میکنن، باز تخم مرغ نوشته میکنن نه سفال. بله. مثلا نوشته میکنن بادنجان رومی نه پامادور. بله، دقیقا درست میفرمایید. دیگه اینال ما بسیار خوشحال شدم شما را میفهم. ما شما ذکر کردین از این شخصیت ها و دانشمند های ما که جناب دکتر روان فرهادی است و جناب استاد واصف باختری. ما دکتر روان فرهادی را که خوشبختانه در همین جا زندگی میکنن، در این نزدیکی ها حضورا زحمت دادم، دعوتشان کردم، بسیار زیبا صحبت کردن. و همچنان استاد واصف باختری را از طریق امواج سیم. بله. ما بسیار زحمت دادیم در این زمینه، بسیار صحبت کردن. و یک موضوع دیگرم با شما. بله بفرمایید. که ما زیاد پر حرفی نکنیم. خواهش میکنم. اینا شخصیت های ما را نسبت میتن و اندیشه های سیاسی. بله متاسفانه. بله. بیاین شما در این زمینه بگوین، شما هم درد مشترک دارین مانند ما و هزاران هزار نفر. بله. که ما را چی به اندیشه یک نفر، ما را چی به مفکوره یک بله نفر. بله بله. ما دانش از او را کار داریم. دقیقا دقیقا درست میفرمایین. ولی من چون مدت از افغانستان دور بودم، بعد از دانشگاه رفتیم تهران و آمدیم امریکا، در امریکا زندگی من قسمی بود که واقعا در تماس زیاد با افغانان هم. و کتاب وقتی که چاپ میشه، خب آدم در مرز تماس قرار میگیره و این اندیشه‌هایی که به اصطلاح در خفا نمو کرده رو بیشتر حس میکنه. بله. مثل میدونین چی میمونه وقتی که یک در یک محیطی که مردم سیگارت میکشه، کسایی که در درون اتاق هستن ممکن بوره حس نکنن، ولی یک نفری که نمیکشه از بیرون میایه حس میکنه. مطلقاً. بله. برای من واقعا به اصطلاح به جای لغت آمریکایی هم بگیم شاکینگ بود. واقعا گفتم واو. پس ما با در بجایی که جلو بریم عقب رفتیم. من با
عقاید سیاسی هیچ کس کار ندارم، احترام میگذارم، اما در عقاید دینی مردم کار ندارم. بله. من زکی کوزاده که میبینیم، این زکی کوزاده است، از علم و فضیلت و دانشش استفاده میکنم، از محبتش و صحبتش استفاده میکنم. و بچه شما اصلا ممکن مسلمان نباشین، مسیحی باشین، ارتباط با من نداره اصلا. شما اصلا عقیدتان ممکن کاملا شخصی است، شخصی که یک عقیده داشت اصلا بارین یک فلسفه خاص را داشته باشه. بله. ولی وقتی که دیدم مثلا من یک بزرگوار رو گفتم چقدر زیباست حرفاشون، خدای علمن، خدای ادبیاتن، اولی که سب زدن گفتن آه این بنیانگذار فلانه چیزی سیاسی بود. و گفتیم امریکای خوب میگه صحبت خب با ما چی؟ بله با ما چی؟ من از علمش باید استفاده کنم. ببینید شما یک چیز گوهر گرانبهای را در خدا جلوی ما گذاشته، این استفاده نمی کنیم چون که از رنگ گلی که در سینه زدیم خوشم نمیاد. بله متاسفانه. و امیدوار هستم که یک روز پرورش فکری ما به اوج برسه که این لیبلا را کنار بگذاریم. اگر اوما را میبینن، اومای طرزی، امو کسی که هست و او چیزی که نوشته ببینن. بله. چی رابطه ما با خدا دارم؟ چی عقیده دارم؟ این را باید کنار بذارم. با کدام مذهبی هستم؟ او بر من خوشی. بله. او بر من خوشی. یک زمان در افغانستان من افتخار میکردم که عقاید اختلافا را نمیدیدم. و واقعا بر من افتخارآمیز بود. اینمیال که صحبت میشه از مذاهب مختلف و از دین و از عقاید سیاسی، میگفتم هر کس کار خودش رو بکنه. بله. هر کس باید عقیده خودش باشه، هر کس برای خودش باشه. بله. ولی متاسفانه این آرزو دیگه برآورده نمیشه و من ایرم مطمئن هستم که یک دستای سیاسی که اختلاف شعله بر کرده. من مردم اسلام ببخشین زکیه جان، یک مقدار ممکن فکر ما عمیق‌تر نباشه در این موضوع. باید ببینیم که چرا او تیشه کی به دست ما داده که بریشی خود میزنه. اوه بسیار زیباست، بسیار زیباست. ما که امی خانم های منوره دوست دارم، شما را، لیلا جان تیموری را، به خاطر از اینکه چقدر شما منور هستین و چقدر وسعت نظر دارین، چقدر زیبا تحلیل میکنین و چقدر رها از این قید و بند هستین. بله. بله، این بسیار بر ما جای شکران است که ما با شخصیت های مثل شماها رابطه دارم و امروز من بسیار خوشحال هستم که شما را در کنار خود دارم و همچنان امیدوار هستم که یک روز انشالله که لیلای عزیزم همینجا در کنار خود داشته باشم. و ما فقط یک مژده دارم برای بیننده های عزیز که انقریب انشالله بانوی عزیز و نازنین دوست بسیار زیبا لیلا جان تیموری را از طریق امواج تلفن خدا را شکر با خود داریم. بله. بالاخره میفهمیم که چند سال است از روزی که ما به تلویزیون در بیرون مرزی در اینجا گفته شما درون مرزی یا بیرون مرزی بله در اینجا ما به تلویزیون از لطف آقای مسکینیار کار میکنم، ما اصرار دارم. اون زمان من هنوز با شما ارتباط نداشتم. بله بله. ببخشید نداشتم. اما لیلا جانم همین متواتر میگفتم پای هم که یک روز بیاین. بالاخره روزی سال سال. بله خب خدا شکر. و یک موضوع دیگر میخوایم که از شما سوال بکنم. بله. ما که این میلاد نسترن ها را که یکی از شاهکارهاست واقعا بسیار زیباست، بسیار مقبول است، بسیار تمام اشعارش بسیار زیباست و شما یک خانم هستین که مبارز هستین، یعنی در هر چیز پیشگام شدین، پیش قدم شدین. شما را در شنیدم در یکی از مصاحبه هایتان که گفته بودین که اولین زن یا اولین شاعر چی هستین؟ آزاد یا نیمایی؟ بله. ولی ما تعجب کردم که نمیفهم که محجوبی هیروی و لیلا سراحت روشنی و همیرا نکهت دستگیر زاده و اینا چطور؟ آیا اینا بعد از شما شروع کردن؟ منظورتان از این چی بود که شما اولین هستین؟ در همین زمین اگر کمه در این زمینه باید بسیار سوال بجایی کردیم چون فرصت کم بود که در مسابقه قبلی صحبت بشه. به دلیلی که
صحبت از این است که کی اولی کار کرده، اولی را چی طرز را کی بیان میکنه. بله ما در همون جوره که همون قسمی که او شبون ما صحبت کنیم، فرزن آقای فارانی بله. وقتی که صحبت میکنیم آقای فارانی کسی بود که شعر آزاد آورده بود و چندین شاعر دیگه، حتما خانمای دیگه بودن که واقعا حافظه به من اجازه نمیده که اسم همه را بیارم، ولی به طرزی که ما تانستیم شعر ادبیات فارسی را که در زمان خودم بود، ما تمام اشعار بدون قید و بند و عریان به چاپ رساندم. بسیار عالی. شما یعنی یک مقدار سنت شکنی کردین، زنجیرها را پاره کردین. من وقتی که در 1969 شعر پیچک را گفتم و بعد شراب آغوش را گفتم و شراب آغوش در روزنامه کاروان به چاپ رسید. روزنامه میفهمین که تیتراژش از مجله بیشتر است. بله. در تمام اطراف پخش میشد. بله. و در دانشگاه خو جوکار میشنیدیم. اما در مردم به دیدنم می آمدن و بعضی خاموش و ساکت فقط نگاه می کردن، لاجواب بودن. حتی دوستای ما که در فاکولته با هم راه می رفتیم سرایشان پایین می انداختن چون پسرا جوک می گفتن در این مورد. ولی من چون یک زن مبارز بودم به افتخار می کردم و گفتم بازم پشتوانی بزرگی که من داشتم، پدر مرحوم محمد صدیق درزی، اون بزرگوار با اون فضل و دانش و پشتوانی که به ما داشتن و واقعا زنها رو همیشه به اصطلاح پرمود میکرد. شما گفتین که والد محترمتان، والد فقیدتان جناب طرزی مرحوم میگفتن که فرق بین خودت و برادرهایت هیچ نیست، اما تنها چیزی که زیاد داری لطافت و ظرافت. دقیقا همیشه رو میگفتن و همیشه میگفتن نه تنها کم داری، همیشه آنچی برادرت میتونه خودت هم میتونه. بله بله. و بلکه بیشتر. بیشتر. تمام مسائل ما زن با ظرافت می‌بینه. بله. مرد او ظرافت رو نمی‌تونه حفظ بله. کنه. بله. بله. و همیشه میگفتن با وجود که محیط ممکن مانی بشه، تو صدا رو بشکن و برو جلو. بسیار عالی. بله. بسیار عالی. ما موفقیت زیاد در این زمینه براتون خواستار هستم. و می‌خوایم که در یک چیز دیگر هم ما می‌خوایم از شما بپرسم که شما تا حدود یا تا جایی که ما ای کتاب شما را مطالعه کردیم یا این مجموعه اشعار شما را، در این زیادتر ما از سال 2010 یافتم که شما بسیار اشعار دو موضوع را یافتم، یکی نام حضرت دوست خداوند رحمان و یکی هم که بسیار اشعارتان امرای راز و نیاز با خدا آمیخته است و همچنان 2010 بسیار است. بله. خب اول قسمت راز و نیاز با خدا میگیم. ببین هر بنده یک رابطه خاص با خدا داره. بله. 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 چون اون رابطه خاص همین میشه که دین ما چیست، دین شما چیست. اون رابطه ایم است که اما که ما از خدا آمدیم و خدا برمیگردیم، این در وجود ما هست. اون آتش که بنده به جانب خدا داره یک چیزیست که به نهایت است و او را هیچی مانع شده نمیتاره. مثلا بله. شما یک گل وقتی که در معرض آفتاب میگذارین جهتش تغییر میده و طرف آفتاب میره. بله. و ما بله. که یک بندی هستیم که ذری از خدا در وجود ماست، همیشه دوست داریم که به طرف آفتاب بریم. و همین دلیل این قسمت بود. بله. این که قسمتی که شما میفرمایید که چرا 2010 از همه بیشتر است. ببینین باز برمیگردیم به اون مبدی ازلی. خداوند بشر خلق میکنه که بیایه به کره زمین. روح نفخه از روح خودش میدمه. بله. و این بشر دوباره باید سیر کمالش را طی کنه و به خدا برگرده. میگه قطره باید از جنس دریا شود تا به دریا وصل گردد. بسیار عالی. بله. بسیار زیبا. بله. البته سیر کمال روحی یک بحث جداگانه است که فلاسفه گفتن و ما سالها عمر بده او گذاشتیم. او را هر کس میخواد در اینترنت میره میبینه که کدام از فلاسفه در مورد سیر کمال روح گفتن. ما امشب اصلا صحبت نمیکنیم چون باید 30 ساعت بمانیم که یک جزء شبیه. بله بله. ولی صحبت از کتاب است که چرا ما 2010 رو گفتیم. همایی که در 1969 شعر میگفت یک دختر 18 ساله بود. بسیار. بله. بسیار. طرز فکری که داشت کاملا متفاوت بود. شما ببینید نمونه های تکه های هست که باید برای دوستان میگفتیم که من اصلا در اون زمان چه فکر میکردم. ولی برای شما دلچسب خواهد بود که همایی که امروز از چی فکر میکنم؟ بله خیلی جالب. خواهش میکنم.
بله. هما چه فکر میکنه امروز؟ و کتابی که در اینجا هست، برمیگردیم به همین قسمت کمالی که گفتیم، همونطور ما نه تنها از نظر جسمی کامل میشیم، از نظر فکری کامل میشیم. شما ببینید یک هسته را وقتی میگیرین در زمین کشت میکنین، این هسته جوانه میزنه، جوانه بعد برگ میده، شاخ میده، گل میده، گل ثمر میده. اینار شما او گل و او ثمر با هسته نمیتونین مقایسه کنین. بله. چه بهتر هسته رو کنار بگذارین و او میوه رو بخورین. میوه. بله. شما فعلا این میوه 61 در این زمان، البته 60 ساله بود، بالا 61 است، در 60 سال زندگی مرا شما میبینین و مزهش میچشین. بسیار زیبا. بله. یعنی از سال 2010 دیگه، در سال 2010 اشعار شما با پختگی خود میرسه و چیزها و اندیشه های نو و تازه و بکره که نظر به اون زمان شما او را میبینین و حس میکنین داخل اشعارتان میبینین. دقیقا. بله. بسیار زیبا. بله. بسیار زیبا. و این دلیل است که عقاید امروز ما باید مردم آشنا بشن. بسیار خوب. بسیار خوب. بله. خب اینطور امکان داره که ما بشنویم از قبل از 2010؟ بله. و یکی هم. بله. از 2010 مثلا ببینین، ما در وقتی که در 1969 مادر من فوت میکنن، خب یک واقعا فاجعه بزرگ در زندگی من است که باعث میشه که اشعار من از اون زمان واقعا جدی گرفته میشه. بله. شروع میشه و تب میرسه و چند تا نمونی هست در اینجا، مخصوصا اون شعری که جایزه روز مادر در 1970 که شما فرمودین. بله بله. من یک تکه از اون رو میخوانم. بسیار. و برمیگردم در 2010 ما مادر من چی قسم توصیف میکنم. بسیار زیبا. بسیار زیبا. شما بفرمایید. البته شعر تمامش رو نمیخوانم. چرا؟ چرا؟ بله 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 تمام. مثلا ببینید در 1969 در 10 اپریل ما چی گفتیم؟ بله. مرگ مادر، فقان که مرگ تو روزی خوشم سیاه کرده است، فقان که مرگ تو روزی خوشم سیاه کرده است، گلی جوانی من پرپر و تبه کرده است. خراب گشت و به هم ریخت کاخ امیدم، که غم به کلبه دل همچو سیل ره کرده است. چی گویمت که ز مرگی تو بر سرم چه گذشت؟ ببین که دخترت اکنون اسیر ماتم شد. ز آه سینه پرسوز شام شد سحرم، که درد و زخم دلم بی دوا مرهم شد. چی بود مادر من؟ رونق جوانی من، نوازش و سخنش، عشق و کامرانی من، عتاب او شرر خارهای بلهوسی، نگاه او گل باغ غم نهانی من. بسیار زیبا. ولی گذشت دریغا و پرز عشق گذاشت، براه تیره غم چشم انتظار مرا، ز مرگ خیش شکست او پری همایش را، به باد حادثه بسپرد اختیار مرا. بسیار زیبا. بسیار زیبا. واقعا بسیار انت. ببینید یک احساس دختر جوان. بله. در غم واقعا آدم درش حس میکنه. بله. غم وجود داره. بله. من دیگه او گلای جوانی پرپر نمیشه. بله. یک روز میگم سایه هایت، ایران به مادرم تقدیم کردیم. ای از 2010. بله. ای در 21 مارچ 2010 است. در روز نوروز 2010 گفتم. بسیار خوب. بله. سایه هایت را در شیشه بلورین احساس زندانی می کنم. شاید با جسم به بدرقه دنیای خالی ام بیایی. و در اندیشه تکرار دیدارت چشم هایم آبیرین گمگشته را دنبال می کنند. شاید روزی در کنار دیواری در انتظارم باشی. احساس را باید چون سایه ها در شیشه زندانی کرد، چون سال هاست از دیارم رفته ای، ولی عطر و وجودت را همیشه می بویم و صبح ها با صدای عزیزت دیدار می شوم و احساس می کنم تو نزدیکتر از پیش در کنار منی. بسیار زیبا. بسیار مخبوب. واقعا چقدر عمیق. آله متوجه. بله. شدین که چی است که. بله. احساس نابالغ با یک احساس بالغ. بالغ. درد همو. بله. درد است اما شکلش فرق. بله. داره.
بله. با یک اندیشه دیگه آدمی رو فکر کنه. بله بسیار زیبا، بسیار زیبا. از اشعاری که قبلا گفتین که یک غوغا با پا کرد در بین اجتماع که در کاروان به نشر رسید، بله. او را دارین؟ متاسفانه در کتاب چاپ نکردیم، در وبسایتم هست. شراب حافظه‌ت نیست؟ اصلا نه، شراب مست آغوش است، شراب داغ دستانت می‌دارم. مرا به قله‌های اوج خواهد برد. تو ای مسیر اصلی دیگه یادم نیست. بسیار خوب، بسیار خوب. حتما دوستان مراجعه بکنن به سایت شما. میشه که یک سرودی زیبای دیگه که دلتان میخواه از وقتی که از کشورتان دور شدین، از میهنتان دور شدین و او درد را که با تمام وجودتان احساس کردین بیان بکنین لطفاً. برای ببینم من شعر افغانستان براتان بخونم. بسیار زیباست، بسیار عالی. دستانم را می بویم، بوی گندم های نورسته در دستان پردست درد و خسته. بسیار زیبا. یاد زمین های سبز را در گذشته ها زنده می سازد. در زیر ناخن هایم سبزه های زرد رویده و گندمستان تنم سرزمین خشک است با سنگ‌های ترک خورده زیر قدم‌های بیگانگان. واه بسیار زیبا، بسیار. این درد کشور ما، بله. درد افغانستان صحبت می‌کنم. بله. بله بله. مین‌های کاشته شده در زیر پوست بیمارم سینه‌های پرشیرم را خشکانده. در گیسوانم دیگر لاله نمی‌روید. شقایق‌ها برای همیشه چشم بسته و بنفشه ها خوابیده اند و نسترن و شبو داستان است و شگفتی چشمان نرگس پر عشق. بسیار زیبا. یاسمن را در تاقچه دلم می بویم. از فرد خستگی و جنگ یارای رویدنم نیست. همه خوبی ها، عشق ها، آواز ها و امید ها در من مرده و امروز سرزمین هستم پر از فغان ها و ناله های بیشمار سرزمین افغانستان. بسیار زیبا، بسیار مقبول. من که شما ها را دوست دارم، بسیار بسیار حرمت میگذارم به اشعار شما، به اشعار لیلای عزیز تیموری، و می خاطر که تو احساس میکنم که ارانچی آرزوی ماست شما بیان میکنین. احساس ما با احساس شما اطور نزدیک است، نزدیکی میبینم با احساسمان. از او سبب است که با تمام وجود اشعار شماها را دوست دارم. شما بزرگوار هستین. خواهش میکنم. شما بسیار مهربان هستین. خواهش میکنم. بیاین که قبل از اینکه سراغ لاین بریم که دوست عزیز ما هستند، خب اینا را یک لحظه دیگه به انتظار میگذاریم. فقط یک پرسش کوتاه ما دارم یا یک صحبت دارم که میخوام شما به حیث یک زن مبارز، یک زن منور، چی باید کنیم که در افغانستان زنا از این زد و بند و خودسوزی ها و تجاوز شدن ها و زندانی شدن های بی مورد رهایی یابند و بدانند که چی حق و حقوق در این دنیای پهناور دارند؟ یکی جان، شما سوالی که میکنین یعنی سوال بسیار مشکل جواب دادن به این به دلیل که آرزویی که من دارم برای حل که من پیشنهاد بله. میکنم بله. یا شما میکنین بله. کاملا متفاوت است با اون چیزی که به عمل در میره و عمل گذاشتن این زنای افغانستان با وجوده که ما زنهای واقعا داریم که ممکن از قدرت فکری زیاد برخوردار باشن بله. و بفکورای آزادی خواهی باشن داشته باشن، ولی سیاست هایی که در او در کشور حکمرانی می کنن سیاست مداران همه مرد هستن. بله. در طول تاریخ بریم از اول خلقت تا از اول بشریت، در طول تاریخ همیشه زنها منکوب شدن. بله. و هر سیستمی که ما هر روش را که پیشنهاد بکنیم اینا سلطه مرد اقدر در او کشور ها قوی هست که مجال بر رشد و نمو اینا دادن میشه. یعنی شما ببینید قوانینی که اونجا وضع میشه
من میگم خداوندا، کشوری که نصف وجودش قبول نداره چطور میتونه بگه ما کشور است؟ زن نصف کشور است. بله. من یک صحبت که میکنم وقتی میبینم به منطق من اصلا ناسازگار است. وقتی میبینم زن همیشه میگن وقتی شهادت میتیم دو تا زن بیاید و یک مرد بیاید. بله. و غیره. بله. زیاد است ازش. بله بله بله. برای من قابل قبول نیست. من میبینم که امروز وقتی که به من اجازه داده شده در کشور امریکا، من از اکثر مردا جلوتر رفتم. پس یک زن افغان وقت زمینه برش مساعد باشه، پیشرفتش مسلم است. بله. و مشکل ما زمین است. ما و شما هر طرحی که بریزیم وقتی که به افغانستان میرسه خونسا خواهد شد. ایخو دقیق است، ولی تا چی وقت، تا چی زمانه که ما باید قربانی بدهیم؟ متوجه هستید؟ بله، بله. و این بدبختی ها را تحمل کنیم برای اینکه همیشه همین گونه بوده در کشور ما، در بسیاری از کشورهای اسلامی اکثریتش که مردها به قدرت بودند. بله. ولی گاگای میشنویم که بایست زنها با سواد شوند و از حقوق خود دفاع بکنند، زن برخیزد، زن با مبارزه برخیزد. بله. در اینطور یک شرایط چطور امکان داره که یک زن دو زن ده زن تا اینا یک زمینی نزدیکی و مفاهمه و صحبت بر از اینا میسر نشه، تا مفکورای از اینا یکی نشه، چطور میتونن که تک تک هر زن از هر خانه سر بلند کنه؟ ماندار نابود میشه. غیر ممکنه. و من عقیده به این دارم که ای کاش مردان ما که داد از سواد میزنن، ادی از مردان ما. بله. که چی در داخل چی در خارج، بهتر است بگویم مثل مانند بعضی ها که چی در بیرون مرزی چی در درون مرزی. بله. و یا که بعضا میشنویم که خدا زندگی ما را بهترتر بسازد. من بار چیزایی میشنویم که باور کنیم که ناراحت میشن. بله. یا که مثلا میگوین که مذهب ما اسلام است، دین ما اسلام است. بله. مذاهب مختلف است، مذاهب مثلا حنفی است، حنبلی شافعی بهایی اینا، ولی دین یک دین است. همین رو باید ما متوجه باشیم. بله. وقتی صحبت میکنیم و میگیم که ما میدانیم، یعنی حق اظهار نظر به خود میدهیم. بله. بایست در از این موضوعات که ظاهرا کوچک معلوم میشه ولی در اصل کوچک نیست توجه داشته باشید. من فکر میکنم که مردان ما باید باسواد شوند. من کاملا موافق هستم، به دلیل که مردا، چرا یک مرد به خودش اجازه میده که مانی پیشرفت زنش شد؟ بله. چون مرد واقعا طرز فکرش اینقدر فرسوده است که از ترس داره از اینکه زنش پیشرفت کنه. بله. متوجه میشین؟ بله. من فکر میکنم این یک مسئله بسیار پیچیده روانی است. شما هم طور که میگین ایژوکیشن، ما مردم ممکن تحصیل کرده باشن. اما از نظر روانی تعلیم درست ندیده باشن. بله. بله. متوجه میشین؟ از وقتی که از کودکی به اینا گفتن تو مرد هستی ظرف نشوری، بان که خواهرت بشوره. بشوره. بله. 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 خب در ذهن عزیز که من خواهر گفتن که والا وقت خواهر بزرگم بوده. بله. بوتای برادر تا پیش باش بگذار. بله. امی بوتایش رنگو که مرد سالاری حاکم شده. بله. در مناطق. بله. البته من یک مقدار در این خود مادراره و پدراره، البته مادرای ما چرا کوتا آمدن در این که پسرها را باید بالا ببرن و دخترها را پایین ببرن. بله. ایژوکیشن به اصطلاح تعلیم و تربیه واقعا از خانواده شروع میشه. از خانواده شروع میشه. فرمودی حضرت علی است که اول باید پدر و مادر تعلیم بده. بله. بعد فرزند. بعد فرزند. ببینید واقعا اگر که پدر و مادر تعلیم درست دیده باشن، فرزند درست تربیه میکنه. ببینید نمیشه مادری که خودش مرد سالاری را قبول کرده و دختر خود یاد بده که آزاد منش باشه. و حتی از خب علمای دین ما احترام داریم، ما دین خدا بسیار دوست داریم. بله. مذهب مسئله جداست که چی را انتخاب میکرده. بله. و کدام راه و روش است، ولی دین ما دین بسیار وسیع است. پیغمبر ما بسیار پیغمبر منور بودن. ولی یک موضوع را که مرا بسیار دیشب ما با فاصله را که تا منزل میامدیم. بله. یکی از دوستا که آقای جویا جمشید جان جویا در این زمینه صحبت کردن سر احمد کسروی. بله. که گفتن در 50 چند سالگی
او را در محکمه چاقوباران کرد از طرف علما. بله. یک ایرانی بود. بله. ایرانی بود که از طفولیت ای داخل شد در دین در دین در دین و بالاخره واقعیت ها را پذیرفت که یک ده از علمای دین که هست در کشورهای بیرون، البته من کشور خود نمیگم، اینا به خاطر حفظ منافع خود بعض مقررات وضع میکنن که امو احترام و دست بوسی و دست بسی نبودن و دلا شدن در مقابل از اونا از بین نره متاسفانه. و این شخص که با مو عد اعلای دانش رسیده بود میخواست که این موضوعات بابا شما چرا این مذاهب آوردین که ای شیعه است، ای سنی است، ای چیست، ای چیست، هیچ کدام گپ نیست، صرف شما به خاطر خودی کارا را میکنید. بله مرد سالاری هم در کشور ما عین چیز است. بله. و یک چیز خدمت شما عرض کنم که همین قوانینی که وضع میشه شما ببینین همه از این برای زن وضع میشه. زن بله. کجایشو بپوشانه. بله. زن چی وقت صدایش بلند نشه. بله. زن چی کار بکنه. اما من چرا میگم که یک قانون فرض نمیشه که مردا چی کار باید بکنن. بله. ببین چند سال از بابا عمری گذشت و فقط قوانین خدا برای زن که نیافریده. بله بله بالکل بالکل. در حال که هر دو از لحاظ اجتماع ببینین دوبالی یک کبوتر است. بله. کبوتر بدون چقدر زیباست. واقعا کبوتر بدون یک بال هرگز پرواز نمیتونه. بله. و در خداوند در کلام مبارک هم گفتن که زن و مرد از یکیست. بله. مثلا از نفس واحد خلق شدن که من زیاد در این مسائل دخالت بله. نمی کنم. بهتر است دخالت, بهتر از دخالت نکنیم. خب بیاییم که از امی دوست ما که بروی لاین هستن ببینیم که اینا چی گفتنی بله. دارن. دوست محترم بیننده عزیز که من نمی فهم که شما آقا هستین خانم هستین بسیار خوش آمدین. ما شما را معذرت می خواهیم که برای لاین گذاشتم و انتظار امر کنید. به نام خداوند عرض سلام و احترامات به خانم زیبا رو زکی جان گل و مهمان نهایت گرامی شما اما جان ترسی و همکاران وزیزی شما دارم. سیمین شمس هستم. با شما خوش هستم که هم صحبت شدیم. ما سلام متقابل ما را هم پذیراش رو سیمین عزیز سیمین خوش صدا ما را معذور بدارین که شما خبر دارین که خلیل جان در سفر هستند و ما بعض محدودیت های کم و بیش داریم ولی صفی جان بسیار لطف و مهربانی میکنن. من خودم فراموش کردم که قبلا بر صفی جان میگفتم ما را ببخشین و او عکس‌ها در پیش خلیل جان است. اما یک موضوع دیگه سیمین عزیز که من بسیار تشکر میکنم از کارت زیبایت و از تمام بیننده های عزیز که کارت های زیبا روان کردن و مناسبت سال نو همچنان از شما که همیشه این محبت داشتین. سیمین جان تشکر محمد که بفرمایین تشکر زنده باشید و با اجازه شما چون موسم بهار و جشن طبیعت است و خداوند امسال سال 1391 سال آرامی و پر فیض و برکت و بدون کشتار به سر مردم هم دیدی ما بسازن. آمین. و می مناسبت ما قبلا شعر زیبای اما جان تصویر برنامه قبلی شما خواندیم و امروز اگر اجازه شما باشه یک شعر دارم از شاد روان شاعر بیدل سرا بیدل افغانستان آلی گوهر مرحوم استاد ابراهیم صفا دارم برسان تقدیم می کنم به اجازه تا. بفرمایید میشنوید. تشکر زنده باشید. بار دیگر فصل بهاران رسید، موسم سرو و گل و ریحان رسید، بلبل شوریده و بستان رسید، مست و پرفشان و غزلخوان رسید. غنچه من ای دلک تنگ من، باز شو رو با چمن، ناله بلبل شنو. دشت و دمن خرم و شادان نگر، ابتر لاله چراغان نگر، خیلی غزالان و بیابان نگر، سرخوش و آزاد و خرامان نگر. ای دل درمانده ای
بیتاب و تم چند ها خیز و زمان سوی صحرا شتاب بر سر کوهسار نگر ابر تر بر سر کوهسار نگر ابر تر در زده از رد و جان شور و شر روی زمین شسته به آب متر سیل برآورده ز هر گوشه سر ای دل افسرده تو هم یاد گیر مستی مستی خیز و نشانی طلب از هستی خیز و دم جانب دریا ببین موجه پرشور و غوغا ببین گب سرا گب سریا ببین کف بلب و مست و طرب زا ببین ایدل افسرده روان صفا تا به چند موج طرب خیز و تو باشی نجن موج طرب خیز و تو باشی نجن بله موج طرب خیز و تو باشی نجن بله بسیار زیاد تشکر بسیار زیبا خواندین سیمین جان گل از محبتتان تشکر تشکر میکنم سیمین جان خوشحال بودم که شده صدایتان رو شنیدم و ما از خدا میخوایم که از دعای سوز اهل دل آرامی و افغانستان عزیز ما کنفرماشه مهربانی کرده خدا نگهدار تشکر خدا نگهدار موفق باشی عزیزم تشکر خدا خب واقعا خانم سیمین در نیویورک هستن شما مشناسینشان هستن سیمین شمس هستن بسیار خانم مهربان بسیار خانم زیبا اتفاقا که امروز ما نتوانستم اما عکسای زیبایشان اینجا مانده بودم در هفته که گذشت اینا نامده بودن و یکی هم باید خدمت بیننده های عزیز عرض بکنم که دو پروگرام ما را که به مناسبت مقبره شای ولایت مآب حضرت علی بود و همچنان برنامه دیگه که به مناسبت وفات هنرمند عزیز موسیقی ظاهر هویدا بود شما بسیار لطف کردین مهربانی کردین بسیار تقاضا کردین که اگر ما بتوانیم این پروگرام ها را یک بار دیگه شما میدانین که این پروگرام های خاص در مواقع خاص است که نمیشه تکرار شد ولی به خاطر شمایی که بسیار دوستتان دارم بسیار بر من عزیز هستین انشاءالله در اواخر ماه اپریل که بعد از اپریل است دیگه بخیر اما چندان به ما هنوز عمل و ثور جوازات به ثور بله انشاءالله که برتان خواهم گذاشت شما دیشب خانم نازنین آما ترزی امان جان زیبا که مثل بهار لباس پوشین و اتفاقا که ما شما امروز بهار خوب تجلیل بله کردیم بله بله رنگای ما بهاری است بله و شما دیشب در مجلس ادبی انجمن ادبی سخن بودین تشریف داشتین دعوت شده بودین و در منزل ادبی سخن ای بار ما در اداره نگرفته بودیم در منزل جناب دکتر قیومی و خانمشان ناجیه جان کریم گرفته بودن و در اونجا چی گونه یافتین این مجلس شما که بودین دیدین در این زمینه نظرتان رو بگوین که چی گونه بود واقعا از ته قلب میگم که مجلس بود بی‌شفقت زیبا پر از فرهنگ و دانش و گروهی که در انجمن سخن هستن تک تک اینا مای افتخار ما هستن استادای بزرگواره که در برابر اینا واقعا مثلا و وقتی که خب از اول از پالی راستم شروع وقت آقای کوزات صحبت از نه تنها شعرشان وقت هنر نقاشیشان باید در برابرشان آدم زانو بزن میرین وقت آقای سرخابی رو میبینی با او اشعار قشنگه که میگه آقای بینش با او خطاطی زیبایی که میگه آقای شایق یک استادی داره من که در برابر ایشان همیشه زانو زده عزیز من هستن بله بگه اگر اسما رو دانه دانه نگویم وقتی که شما میایین دوره دوره میچرخیم خود شما که جدا هستین گل مجلس هستین واقعا فوق‌العاده زیبا بود ولی چیزی که مرا جلب کرد ارگانایز بودن این محفل بود بله ببینید با وجودی که در منزل یکی از دوستا شما رو میگیرین پودیوم میگذارین بله کامره هست بله. فیلم برداری میشه بله تمام نکات ثبت میشه بله و با او خطاطی قشنگ
ذکر میشه در اون کتاب ثبت شده ویدیو میشه. بله. اینه من در اکثر محافل فکر نمیکنم وجود داشته باشه که سندیت شما میده. بله. بعد وقتی که در اونجا بودیم صحبت هایی که میشد در چوکات پر از ادب و واقعا آموزنده. بله. میدانی؟ بله. حرف بی جای زدن نمیشد با وجود که قبل نشسته بودیم شوخی های کردیم. بله. با هم غذا خوردیم ولی وقتی که صحبت از سخنرانی شد واقعا سر تا پا گوش. بله. همه جدی شدیم، همه گوش دادیم. وای جوانایی که در این انجمن ادبی سخن هستند واقعا از تای دل با جان و با دل در این انجمن کار میکنن و یک اتحاد و اتفاق بسیار خوب است. بله. واقعا آدم حس میکنه که و احترامی که به بزرگترها دارن. بله. چقدر واقعا بی‌نظیر بود. بله بله. بعدش هم همچنان در مورد مجله انجمن ادبی سخن واقعا این مجله دوباره باید همه ببینن. من خب اینو مشترک میشم، من هم میفهمم که چه قسم باید کارا بکنم، باید مقرر صحبت میکنم. بله بله مجله رو من امروز فقط مرور کردم تمامت. اصلا وقتی که آدم میبینه باعث افتخار است. نه تنها خط و صحافتش بسیار زیباست، مطالبی که گفته شده از هر استادی که شما میبینید اینقدر آموزنده و قد رسا و خوب است که باعث افتخار است که من انتظار نداشتم که در این گوشم ما همچون انجمن داریم. بله. و همچون کتاب داریم و واقعا سر تا پایش باعث افتخارم است. بسیار زیاد تشکر. فقط در دقایق اخیر قرار دادیم به عنوان حسن ختام پروگرام یک شعر عاشقانی نازنینتان میخواییم که عاشقانه بشنبه. عاشقانه با خدا یا با بنده هایش؟ اختیارتان که با خدا میگین. صفی جان خب با بنده ها میگن. با بنده ها من زیاد ندارم. یا دارم؟ دارم؟ ما خود دیدیم. شما دیدیم؟ بله بله ما دیدیم. رقص امید شما دارین؟ بله. همون رقص امید بگم؟ ما تصادفاً که ببینین این ای طرز فکر است چون در جوانی بوده حالا فراموش کرده. بله بله بله. خب بیاین هرچی که هنوز. بله؟ آه بله. یکی هنوز آمد یکیم جوانی بفرمایین. کدام است بگوی جوانی رو؟ امیره بگوین همین هنوز. بله. اتفاقا چند بارم در مجلات افغانستان و حتی کتابای ایران هم چاپشتم. بسیار خوب. من عشق را برای تو تکرار کردم. بله. من خیش را برای تو بدنام کردم. من هستی و وجود خودم را به پاس تو با آن همه گناه، با آن همه صفا، با موج‌های گندیده از هان اجتماع برباد دادم. حالا بیا ببین من شعر را برای تو تکرار می کنم. من شعر را برای تو ای جلوه محال، ای مظهری صفا و ای مظهری سرور، با این همه خیال، با این همه جلال، در لای دوده های سیاه نگاه خلق تکرار می کنم. بسیار زیبا. ایره در دسامبر 9 دسامبر 1972 گفته بود. بله بله. یکی هم اینمی جوانی را اگر می روانی کنین. اگر تصویری هم آجان تنهایی بگیریم. جوانی. من هنوز جوانم. من هنوز از احساس سرشارم. درخت تنم هنوز هوس‌های هستی را باور دارد. ساقه های دستانم به سویت خمیده اند تا تو را در آغوش گیرند. ساقه وران هایم با استواری زمان پیش سراحی بدنم را با سماجت همیشگی مغرورانه به هر طرف می کشد. بسیار زیبا. بسیار من هنوز جوانم. بله. و پستان هایم بهتر از دختران نوبالغ بر اندامم می زیبند. بسیار زیبا. بله. من هنوز جوانم. هنوز در پیکر هوس‌انگیزم نفس می کشم و موهای شبگونم که البته رنگ زدیم بدم مثل گذشته ها بر شانه های استخوانی هم سایبانم. من هنوز جوانم و روزگار مثل همیشه با من در ستیز. شاید قهر دوری تو را مرا پیر کند. آه بسیار زیبا. بسیار زیبا. بسیار زیبا. بسیار محمود. از شما بسیار تشکر همای عزیز، همای خوشی، سعادت، خوشبختی، همای مهربانی، که شما یک عالم از مهربانی و عطوفت هستین، احساس هستین،
همدلی دارین. لطف شما. و بسیار تشکر میکنم از تشریف آوریتان به کالیفرنیا که شما صدای مرا خالی نماندین، محبت کردین، از راه دور تشریف آوردین و همچنان از اشتراکتان. طبیعی که وقت شما تشریف آوردین مانوری پروگرام از خود شما است. از اشعارتان، از سخنان زیبایتان یک جهان اظهار سپاس دارم. تشکر از شما از اینکه به من فرصت دادیم در این برنامه شرکت کردم. تشکر از بینندگان که به صحبت‌های ما گوش دادن و تشکر از برنامه تلویزیونی آریانا که فرصت بر ما فراهم کردن. از آقای مسکینیار واقعا تشکر میکنم که دوست بسیار صمیمی زمان کودکی ما هستن. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. همسایه قدیم ما. بله بله بله. این اگر خیشم برام اومد. اگر من قبلا میفهمیدم برای آقای مسکینیار میگفتم که یک نیم ساعت دیگه ما رو وقت بدید. بله. آقای مسکینیار خودشان حتی خانمشان از دوستای بسیار قدیم هستن. بسیار خوب، بسیار خوب. بسیار تشکر. شما موفق باشید. خواهش میکنم. شب شما تشکر از شما همچنان. خب ما باید تشکر فراوان دارم از هما جان طرزی، همچنان از خالد جان عزیز در استودیوی مرکزی، از شما بیننده های عزیز و ارجمند که تا این دم ما را همراهی کردین و همیشه محبت دارین، با تلفن های محبت آمیزتان ما را سرفراز می سازین و از سال نو مکررن بر شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. از صفی جان نازنین در این استودیو یک جهان سپاس، هنرمند بسیار عزیز، غزلخوان بسیار نازنین که من اظهار سپاس می کنم. اما طور که صدای زیبا داره، اما تو اخلاق و خلق بسیار خوشم داره. هموطنان بیا، هموطن بیا، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. خدا نگهدار.